بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> الحمد و صلاة و سلام علی رسول الله و بعد بحثی را که ما شما در هفته قبلی وعده داشتیم که سرش بحث میکنیم باز ماند انشاءالله امروز سر از بحث میکنیم بحث تعریف اسلام هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام را چی تعریف کرده در ابتدا مفهوم کلمه اسلام از لحاظ لغوی علما میگن که مسترش کلمی سلمه یا سلمه هست و در زبان عربی به چند معنا به کار میره به معنای تسلیم شدن به معنای انقیاد به معنای صلح به معنای اطمینان و آرامش اینا معانی لغوی ای ای کلمه میتونه باشه اما در مورد مفهوم اصطلاحی تعریف اسلام علما یک بحث نسبتا جالب را میگن بحث اول گپیست که یکی ای از علماء از معاصر به نام دکتر عبدالکریم زیدان هست و یک کتاب به نام اصول دعوه در اونجا میگه میگه وقتی یک کس اسلام را تعریف میکنه اول ضرورتا بیا ببینه که اسلام را به چی کسی تعریف میکنه یعنی مخاطبش چی کسی است چون مخاطب تعریف اسلام میتونه متفاوت باشه یا یکی یک نفر مسلمان هست که شما با مسلمان تعریف اسلام رو میگین و یا هم غیر مسلمان اگر برای مسلمان شما تعریف اسلام را میگین ضرورتا باید اون نکات از تعریف اسلام را بیان بکنیم که این شخص مسلمان مسئولیت خود را در قبال قبول کردن این دین بفهمه یعنی مسلمان وقتی مفهوم اسلام میخوای میخوام بفهمم که اسلام را به گونه تعریف بکنین بفهمه که ما وقتی به عنوان یک مسلمان خدا میگذارم نام خدا مسلمان میگذارم و اسلام را قبول کردیم اسلام چیست؟ چی مکلفیت های سر داره اما اگر شما بر یک غیر مسلمان اسلام تعریف میکنین در اونجا باز انگیزه شما است که این شخص را بیاین دعوت بکنین بر از اسلام را بفهمه انگیزه شما برای تعریف اسلام برای غیر مسلمان هم تیگ انگیزه است در این یک حالتی میگه شما وقتی اسلام را برای غیر مسلمان تعریف میکنین اول بیاین ببینین که این انسان از لحاظ فکری چه نوع فکر داره انسان ها دارای تیپ های مختلف فکری هستن بعض انسان ها تیپ مثلا فلسفی مشرب دارن همیشه وقتی یک قضیه را برش بگیره با یک تحلیل فلسفی میخواد بپذیره باید یک انسان ها یک تعریف جدای از اسلام بگین که او را وادار بکنه انگیزه های درونی از ایره بیدار بکنه برای از که اسلام را مطالعه بکنه تا الله تبارک و تعالی او را وسیله هدایت برش قرار بده <applause> یا گاهی وقتا هم یک نفر انسان است که به دنبال یک نظم و ترتیب خاصی در زندگی خود است برای ازی باز اسلام را به گونه معرفی بکنین که امی شخص گمشده خود را در اسلام پیدا بکنه و باز اسلام را مطالعه بکنه و زمانی که اسلام را یک نفر منصفانه مطالعه بکنه ان شاء که الله برش توفیق بر قبولی اسلام را هم میده مثال یک پر در زمینه های عملی شو داره میگه مثلا ای از انسان هایی که ملحدن انسان های ملحد غالبا بدون بال از هستند که یک تعریف قابل قبول و کامل از اسلام و از زندگی داشته باشند از هستی داشته باشند و از خالق داشته باشن بر ایت یک انسان های شما بگین که اسلام جوابهای قناعت بخش بر او سوالات است که در طول تاریخ بشری ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده چرا ایت گپ بگین به خاطر اینکه انسان های فلسفی بدون بال امی هستند یعنی کار فلسفه چیست کار فلسفه است که هستی را تعریف بکنه زندگی انسان‌ها را تعریف بکنه برای یک بار و هدف مشخص بکنه حالا وقتی یک نفر بدون بال این نموت یک جواب هست فلسفه در طول تاریخ بشر نتونست جواب های قناعت بخش بری سوالات بده اما اسلامی کار کرده میتونه برای تو بگین که اسلام جواب های قناعت بخش بر او سوالات است که در طول تاریخ بشری ذهن انسان ها را به خود مشغول کرده حالا وقتی یک نفری بدون بال این نمود و گپ میگرده و شما تعریف اسلام را برش به امی شکل میگین او میخواید بفهمه که اسلام چگونه این سوالات را چی کرده جواب های قناعت بخش برش داره یا بعضی از انسان ها خیلی خوش دارن که یک نظم خاص و یک ترتیب خاصی در زندگی خودش داشته باشن حتی در نوع رفتار از اونها فهمیده میشه همین نوع لباس پوشیدن مثلا در داخل اتاقش برین شما میبینین که یک ترتیب خاصه داره این تو انسان های به صورت کلی زندگی را میخوان که یک نظم و یک ترتیب و دقت خاصه داشته باشه به تو انسان هایی که مثلا نیستن اما تیپ فکریشان به همین شکل هست برای از اینها بهترین تعریف از اسلام ای خواهد باشه که بگین اسلام مجموعه از قواعد و مقررات است که برای تنظیم بخش های مختلف از زندگی انسان ها از جانب الله تبارک و تعالی آمده اسلام مجموعه از قواعد و مقررات است که از جانب الله تبارک و تعالی آمد تا زندگی انسانها را در زمینه های مختلفی تنظیم بکنه در زمینه های اعتقادی در زمینه های عبادی در زمینه های اخلاقی در همه زمینه ها عالی نفری که به دنبال اینموت یک چیز در زندگی خود میگرده وقتی شما اسلام را به همین شکل برش تعریف میکنین او گم شده خود را در اسلام پیدا میکنه و زمانی که منصفانه و علما به طرف فهم اسلام بر ان الله تبارک و تعالی بر ازو به شکل تقریبا دکتر زیدان تقریبا هفتاش تعریف ذکر میکنه و او را توضیح میده اما ما شما که مسلمانیم چه تعریفی از اسلام باید داشته باشیم او تعریفی از اسلام باید داشته باشیم که ما به عنوان مسلمان مکلفیت های خدا در قبال قبولی دین بفهمیم و اي تعریف خدای رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت دغه حدیث کې دروې قبلی توزیه دوده بودیم در حدیث جبرئیل رسول الله عز و جل صلی الله صل علیه و سلام یکی د مولود ایمان پرسیده میشه که عمل ایمان و عمل ایمان رسول الله صلی الله علیه و سلام ایمان را ذکر میکنه او شما تنها تعریف ایمان را خونیم بس ارکان ش ان شاء الله بعدن مخونیم سوال دیګی یو از رسول الله صلی الله علیه و سلام جبرئیل می پرسه عمل اسلامو جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرسك ومال اسلامو. اسلام اسلام الإسلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرّف تعريف شميك الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان تشهد ان لا اله الا الله اياك جمله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا

جمله و ای کلمه یک مفهوم بسیار وسیع و همجانبه ر داره زیرا رسولالله صل اللهعلهوسلمممیه الله متعال بر مه جوامعاالکلم داده جوامالکلم معناش همیست که در قالب جملات کوتاه مفاهیم بسیار بزرگ و وسیعی ره رسوللله صلی الله علهوسلم بیان میکنه ب ال رسوللله صل اللهعلهوسلم د تعریف اسلام چمیه شما دقت بکنین کلمات کلیدی تعریف پیامبر صلی الله علیه و سلم در اسلام اینجا دیگه پیامبر تعریف اصطلاحی اسلام را ذکر میکنه چند کلمه است که انت دومش اله سومش الله دیگهش محمد و دیگهش هم رسول و دیگه هم مرکان عملی اینا کلمات کلیدی است که در تعریف رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داره ما شما می کلمات کلیدی از دقت میکنیم اول پیامبر میگه انتش شهدا ای که تو شهادت بیتی شهادت دادن در زبان دری ما شما هم از لحاظ معنایی تقریبا به مفهوم عربی استعمال میشه یعنی اعتراف کردن شهادت دادن یعنی چی یعنی اعتراف کردن یعنی به گپ اقرار کردن یعنی به گپ گواهی دادن اقرار و اعتراف و گواهی به گپ را چی میگن شهادت دادن میگن دقت کردین خب قال چی زمان اعتراف یک نفری و اقرار یک نفری و گواهی یک نفری چی زمان گواهی و اعتراف صادقانه و درست است کدام شرایط را نیاز داره تا شهادت یک کس در مورد یک چیز مورد قبول واقع شود و شهادت شهادت واقعی بوده باشه شرط اول چیست که یک نفر به آنچه که اقرار و اعتراف میکنه و گواهی میته اینمی اقرار و اعتراف و گواهیش بر اساس علم باشه بر اساس چی باشه علم باشه چرا؟ اگر یک نفر به یک چیز بیا یک گواهی بده که علم نداره گواهی از این مورد قبول قرار نمیگیره حتی در میان انسان ها مثلا شما برین پیش یک قاضی در محکمه بگین که قاضی صاحب ما ایم که شهادت بدم در مورد یک موضوع قاضی از شما پرسان بکنه که تو میفهمی در مورد آنچه که شهادت میتی چیز؟ بگی نه نمیفهمم. میخوام تو آمدیم شهادت میتونم خب میگه دیوانه دیگه در مورد چیزی که نمیفهمی شهادت چی نمیتونم تو خیلی نداری دقت پس شهادت دادن در مورد یک چیز شرط اول شرط اولی است که تو علم داشته باشی بدون علم شهادت دادن یک کسی قابل قبول نیست دقت کردین خب شرط دومش است شرط دومش است که شما نسبت به آنچه که علم دارین یقین داشته باشین بس ها موارد یک نفره به آنچه که میگه یقین دا علم داره معلومات داره اما در مورد راست بودن از او یقین مطمئن نیست که میگه درست است که من میفهم یا نه دقت کردین پس اگر یک نفری به یک موضوع علم داشت اما در مورد صداقت و راستی او موضوع قلبا یقین نداشت بازم شهادتش قابل قبول واقع نمیشه دقت کردین مثل گفتم در دنیا قاضی گرفتیم بر دستان پسان بکنه که تو در مورد آن چی که میفهم شادت میتی علم داری؟ اگر گفتی نه خب گب حل است اگر گفتی بله علم دارم باز بگه که خب تو در مورد چی که علم داری مطمئنی که آنچه که تو میفهمی امی درست است و راست تو بگی نه ممکنم راست نباشه با شهادت قبول میشه نه دیگه خب میگه تو خودت دمورد دا از زید... داست بودن از خنات نداری برو دیگه کپت قبول نمیشه دقت کنید پس شرط دیگه چی که ما باید به با آنچه که میگیم یقین هم داشته باشیم دقت کنید ان الله خب بعد از یقین بحث دیگه چی که یک نفر خودش به اصطلاح به آنچه که گواهی میده خودش تسلیم عمل هم به اونم چی باشه تسلیم باشه تسلیمی ظاهری هم بر از داشته باشه متوجه شدیم؟ خب اینا شرایط است که باید در شهادت وجود داشته باشه کلی نمی شرایط اعتراف داشتن علم داشتن یقین داشتن تسلیم شدن از جمله شهادت است. مفاهیمی است که در کلمه چی وجود داره انتشهد وجود داره خب آله در کنار از این که اینا در خود انتشاد وجود داره الله تبارک و تعالی در قرآن کریم به صورت مستقل این شرایط را در مورد ایمان و اسلام ذکر کرده مثلا ما شما با چه شهادت میتیم لا اله الا الله الله تبارک و تعالی در سوره محمد چی میکنه دستور میتیم میگه فعلم, فعلم انه لا اله الا الله خوب بدانین علم داشته باشی که هر اینا چی گفت شده اینی موضوع فعلم انه لا اله الا الله بدان بعد از او باز لا اله الا الله بکن بدون علم ای گپره نگو خب ای علم علم را ما شما میفهمیم یعنی معلومات داشتن آگاهی داشتن علم نسبت به اون موضوع فهمیدن اما یقین یقین چیست اول یک سوال میشه هر کدوم ما شما در مورد خودم بپرسیم ما شما الحمدلله همه ما شما میم اقرار به لا اله الا الله داریم لا اله الا الله محمد رسول الله چه نشانه ظاهری میتونه وجود داشته باشه که پیش خود ما که میزان یقین خود را بسنجیم که آیا مثلا ما یقین دارم با اون چی که میگم یا نه چی میتونه یک میزان و میاری وجود داشته باشه برای تیه گرنی خب عمل یک میار کامل است خب اگری تو بوده باشه عمل کرده ما شما چه خبه اسلام برابر است اگر عمل میار هست چقدر چه عمل کرده ما شما به اسلام برابر است خب دیگه ایمان بیس فیصدی جایی را میگیره <applause> شما در امتحان های پنتون هم اگر از پینجا و پنج پینجا و خب دیگه در امتحان مهمتر از ایم. دیگه کدام نشانه نیست به نظر شما الله تبارک و تعالی در سوره نسا آیت 65 امی موضوع را توضیح میته سوره نسا آیت غالبا 65 هم هست چگونگی یقین را توضیح میته چگونگی یقین قلبی چی چیز میتونه یقین قلبی داشته باشه چی نشانه و علایه میداره الله تبارک و تعالی در این سوره موارد را ذکر میکنه اول الله متعال میفرما که فلا و ربک لا یؤمنون و پروردگارتان قسم که یک نفر مؤمن نیست ایمان نداره یقین نداره چون یکی از بارسترین معانی ایمان چیست یقین است مثل که در سوری یوسف میگه و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین تو تصدیق کنند نیستی ماره یقین نداری در مورد گفت ما بالا ما صادق هم باشیم خب الله تبارک و تعالی در اینجا میای شرط ایمان را ذکر میکنه فلا و ربک به دان قسم که یک نفر مؤمن نیست یعنی یقین نداره مگر کی چی کنه مگر کی چی کنه؟ شرط اولش حتی فی ما شجره بینهم شرط اول یا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است تا ای که حکم قرار بدید تو را ای رسول الله صلی الله علیه و سلم در چه چی چیزی فی ما شجره بینهم در هر چیز که نزا داشت حتی یحکموکا فی ما شجره بینهم در هر چیزی که نزا داشتین کی را حکم قرار بدین رسول الله صلی الله علیه و این شرط اول دیگه چی بکنه شرط دوم ثم. لا فی انفسهم حرجا مما قضیت شرط دومش ایست که سپس احساس نکنه در نفس خودم احساس حرج نکنه نسبت به آنچه که تو براش کردی قضاوت کرد دقت کنید یعنی قضاوت تو را قلبا بپذیره از پذیرفتن قضاوت تو در قلب خودم احساس حرج نکنه دقت کردیم خب و نکته سیوم میش و یسلم و ظاهرا هم بر ازو چی باشه تسلیم باشه پس اینا نشانه یقین یک نفر اینا شرایط چی هست شرایط یقین هست هرگاه یک نفر اینی پروسه را اجرا کرد و انجام داد این نفر چی هست یقین واقعی داره شرط اولش که یک نفر در هر موضوعی در هر موضوعی به فیصله کی مراجعه بکنه به فیصله شریعت به فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم به فیصله قرآن و سنت مراجعه بکنه در اون مسائلی که مرتبط به چیز مرتبط به دین هست مرتبط به مباحث اعتقادی اولین کارشی که حتما باید بیاید به فیصله شریعت مراجعه بکنه اگر یک نفری به فیصله شریعت مراجعه نکرد چه کسی میگه من هم وقتی که بحث فیصله کردن میشه به شریعت مراجعه نمیکنه با کسی مراجعه میکنه با غیر شریعت مراجعه میکنه یا به کسی مراجعه میکنه که خلاف شریعت حکم بکنه ای چی میشه؟ الله تبارک و تعالی در این سوره نساء میگه که الم ترى الى الذين الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبل چی میکنه یریدون ایتها کم الى الطاغوت آیا دیدی کسانی را که میگه گمان میکنن آیا میگه دیدی کسانی را که گمان ایمان را دارن که به آنچه به تو نازل کردیم یعنی به قرآن و به کتاب های قبلی و به کتاب های قبلی فکر میکنن که ما به اینا ایمان داریم اما اینمی ایمانشان ایمان صادقانه نیست بلکه یک گمان دروغین هست زن به معنای گمان دروغین دیگه نده علم ترى الذين از انهم ما بما انزل اليك وما انزل من قبلك چرا به خاطر اینکه يريدون ان و الى الطاغوت به خاطر اینکه در وقت فیصله کردن به پیامبر و شریعت مراجعه نمیکنه به طاغوت مراجعه میکنه طاغوت یعنی کی یعنی هر کسی که خلاف شریعت حکم بکنه هر کسی هر مرجعی هر نهادی هر ارگانی که خلاف شریعت حکم بکنه و یک نفر دانسته فیصله خود را بر ازمو ببره این همین نفر ایمانش مورد قبول الله قرار نمیگیره این یقین نداره دقت کردین یقین نداره پس اگر یک نفر میاد به زبان خود اقرار میکنه یک ولو علم هم داشته باشه قلبا که به اون موضوع یقین نداشت الله تبارک و تعالی اینمی شهادت از او قبول نمیکنه مثل که منافقین میگفتن آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم با تاکید میگفتن نشهد انک رسول الله ما شهادت میتیم که اینو میگم میگفتن نشهد و انک لرسول الله ما شهادت میتیم که تو پیامبر خدا الله تبارک و تعالی چه میگه والله یعلم انک لرسول الله الله میدونه محمد که تو فرستاده الله هستی اما جواب الله چیست؟ والله یشهد ان المنافقین لکاذبون ان المنافقون ان المنافقین از منافقون ان المنافقین لکاذبون الله شهادت میده بر علیه از اونا که اینا دروغ میگه. ای جمله ای این جمله که منافقین میگفتن که انک علی رسول الله این جمله دروغ بود در پیامبر از لحاظ ظاهری چرا الله میگه اینا دروغ میگفتن به خاطر که خودشان در دل خود به آنچه میگفتن یقین نداشتند پس شرط شهادت واقعی چیست داشتن یقین قلبی اگر یک نفر می هزار بار چیغ بزنه که اشهد الله لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله رقم هزار بار چیغ زده بره یقین داده دل خود داشته باشه الله برش میگه والله یشهد ان المنافقین لکاذب الله شهادت میده که اینا درو میگن بر علیه یک نفری که شهادت الله باشه دیگه گپ شیسه قطعا اعتبار نداره پس شرط چیست؟ نکته دیگه چیست که باید تسلیم باشه چون از جمله نشانه ها یقین چی هست تسلیم خب چی گپ از معنای انت چی یکی یک نفر بیا اقرار بکنه، اعتراف بکنه، گواهی بده بر اساس علم و یقین مطلق داشته باشه با چی گفت؟ بلا اله الا الله بلا اله الا الله خب لا اله الا الله چیز؟ ما شهادت میتیم به الله اله الا الله خب ای که نیست هیچ الهی ای نیست هیچ الهه اله, اله برای چی کس گفته میشه؟ اله نا معبود لو جافي معبود معبود یعنی چی کسی که مورد عبادت قرار می گیره عبادت چی چی چیز عبادت است اینا خود نشانه ها و علائم مثال های عبادتن اصل عبادت چی اصل عبادت چیزی که الله جل جلاله ما را امر و با شوا و غرضی شوا و رضای این تعریف اصطلاحی است مفهوم کلی عبادت چیست؟ زلت کمال تذرر عبادت چیست؟ کمال تذرر این تذرر باید توام با چی باشه؟ توام با محبت باشه یک بود از با ابعاد است که کمال رو بر اساس کمال محبت باشه ایده میگن عبادت نشانه هایش همیست نماز روزه زکات اینا شاعر عبادی هن. اینا نمونه های از چی هن؟ نمونه های از عبادت هن. ده اینا آدم چی میکنه؟ رو میکنه شما در نماز ببینید با یک ترتیب خاص انسان چی میشه؟ استاد میشه یک تذرر خاص داره یک تذرر خاص اینا رکوع میکنه سجده میکنه اینا نماد های از چی از از تذرر دقت کردین یک نفر دعا میکنه دعا چیست؟ در دعا خدا بسیار شکسته میگینه دقت کنید مثلا اگه فرد بره طواف خانه کبر رو میکنم مبارید کلی اینها شعایر عبادی اند اینها تزرع وجود داره او تزرعی که بر اساس محبت باشه به خاطر که اما اگر یک نفر رو میکنه ظاهرا تزرع میکنه قلبش محبت نداره یا بر کسی که تزرع میکنه او را مستحق ای نمیدونه باز عبادت گفته نمیشه مثلا از یوری که یک نفر مثلا به جان شما در کدام جای روان باشه یک دفعه میتفنگ چه خدا بکشه بکشه تو کدام اول تو از ترس اوتومات که دوباره شده بندگی سجده کنی ظاهرا عبادت شکردی اما اصلا این عبادت عبادت تلقی نمیشه چرا به خاطری که تو در دلت نسبت به او محبت نداری بلکه دلت نسبت به او چی داری نفرت داری نه دلت میگی که آن خدا اگه ما تفنگ چه نمی داشتیم دون دیگه آل چک داری نه دیگه تسلیم <متصفح> دقت کنید امی تسلیمی ظاهری تو بر اساس نفرت است نه محبت به عنوان عبادت قابل قبول پس ما پیش الله که تضرع میکنیم این تضرع ما بر اساس اوج محبت باشه والذین آمنوا اشد حبا لله اگه فر نماز بخوره روزه میگیره خب بگه الله را خوش نداره مسلمان است 24 ساعت در عبادت مشغول باشه الله را دوست داشته باشه نسبت به با الله نازم بالا نفرت بکنه آیا مسلمان است پس او عبادتی که بر اساس چی باشه بر اساس محبت باشه ای عبادت تلقی میشه تزرعی که بر اساس محبت باشه عبادت یک معنای دیگه عبادت مطلق اطاعت میگن مطلق چی؟ مطلق اطاعت یعنی چی؟ یعنی اطاعت بدون چون چرا اطاعتی که در او چرا و چگونه ایگه وجود نداشته باشه اما یک گفت این بکو بکنی دقیقه که مطلق اطاعت میگن عبادت از کجا میفهمیم؟ خدا الله تبارک و تعالی میگه الله تعالی میگه میگه من اتخذ الهه هوا آیا شما ندیدین که کسی الهش هوای نفسش است اله این نمی کلمه است نه الهش هوای نفسش است خب اگر معنای عبادت تنها تضرع باشه هوای نفس یک امر درونی است نه این جسم فیزیکی نیست که از وجود خود بکشیم بازیر روی خود بانیم باز برازی سجده کنیم میشه نمیشه دیگه خب چه رقم بس یک نفر هوای نفس خود اله خود گرفته یعنی چی خواهشات از خواهشات نفسانی خود چی میکنه چی رقم مطلقا از خواهشات نفسانی خود چی میکنه مطلقا از خواهشات نفسانی خود پیدا پس اطاعت مطلق به معنای عبادت است و کمال تزرع با محبت هم به معنای عبادت است دقت کردین خب آله اطاعت در مقابل چی صورت میگیره اطاعت یا زنگ نفر اطاعت میکنه مقابل چی؟ اطاعت در مقابل حکم یه خب دین چیست؟ اسلام چیست؟ دین و اسلام مجموعه از احکام هست مجموعه از چیز؟ از احکام در کدام زمینه ها؟ احکامی که الله نازل کرده در زمینه های عقاید هست یا نه؟ در زمینه های عبادت هست یا نه؟ در زمینه های اخلاق در زمینه های مسائل اجتماعی در زمینه های مسائل سیاسی در زمینه های مسائل اقتصادی که شامل چی میشه؟ مجموعه از احکامی که شامل همه بخش های زندگی انسان میشه دینامیس نگه نه؟ ما شما لا الله علیه علیه علیه. چی میگیم؟ میگیم که ما از الله مطلق نتاعت میکنیم در مقابل حکمی که الله داره و در دا حکمم اینمی حکم هم الله چیست؟ یگانه هست این الحکم الا لله دقت کردین اینی میشه معنای عبادت وقت شما اینی گپ را درک کردین باز این آیت خوب میفهمین که الله تبارک و تعالی میگه ما خلقت الجن و الا لیعبدون ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت آیا تنها در نماز و روزه و زکات و حج خلاصه میشه عبادت بلکه شامل چی میشه شامل همه بخش های زندگی میشه اطاعت کردن مطلق از همه احکام نازل شده از الله در همه زمینه های زندگی اینمی هدف آفرینش انسان است خلافت خلق الجن و الانس الا لیعبدون ما جن و انس مگر که الله را در همه زمینه های عبادت بکنه وقتی که شما فهمبر میگه به طرف برادر مسلمانتان با یک لبخند نگاه می کنید چیز صدقه و عبادت ثواب میبره پیام صلی الله علیه و در حدیث دیگه میگه شما به دهن همسرتان یک لقمه نان بمیگذارید همین چیز صدقه است دقت کردین با یک نفر معامله تجارتی میکنین در این معامله تجارتی تان دروغ نمیگین نمی خودش چیز عبادت است متوجه شدین کردین کل از امینا عبادت است یا نیست شما یک فعالیت سیاسی میکنین تلاش میکنین نظام الله را در زمین حاکم بکنین این چیز عبادت است شما یک مسلمان را به خاطر برادری ایمانی دوست دارین این چیز شما پدر مادرتان را به خاطر که الله دستور داده احترام میکنین و به اونها احسان میکنین این چیز همسایتان از نمیشه کل از اینا چی میشه هیچ بخشی از بخش های زندگی ما پس از عبادت الله خالی نمیشه خب ایناله کل از اینها را به صورت کلی بیایم پس اثر چی بکنیم تعریف بکنیم که پیامبر صلی الله علیه و میگه که اسلام است که شما بیاین برای یک مسئله اعتراف بکنین اقرار بکنین گواهی بتین بر اساس علم و یقین داشته باشین و تسلیم هم باشین که چی؟ اسلام عبارت از ان تشهد دادن است اعتراف کردن اقرار کردن گواهی دادن بر اساس علم و داشتن یقین کامل به اینکه لا اله الا الله به اینکه هیچ ذاتی به غیر از الله هیچ ذاتی به غیر از الله مستحق کمال رو و مستحق مطلق اطاعت نیست <applause> متوجه شدید معنای اسلام چی میشه معنای اسلامی میشه که ما به عنوان مسلمان وقتی میگه انتشهد ای که تو بیا اعتراف بکنی تو اعتراف بکنی اقرار بکنی گواهی بدی بر اساس علم و یقین مطلق داشته باشی به با ای که هیچ ذاتی به غیر از الله مستحق مطلق اطاعت و کمال تذرو نیست. دقیق گند ان شاء الله چی میشه؟ معنی اسلام میشه. خب از الله تبارک و تعالی تو باید به صورت مطلق اطاعت کنی به طریقی کی؟ روش اطاعت تو و روش تزرع تا پیش الله به طریقی کی میگیری؟ یک نفر مثلا میگه که امی ملای مسجد ما بس است یک نفر مثلا میگه ابی سو ثقافت خوب است یک نفر دیگه میگه نی بابا کلانم خیلی خوب است یک نفر دیگه میگه مادرم خیلی خوب خوب زناسم است به میشه خب چطور به طریقی کی خیلی پس بعد جمله بعدی خودش برای ما چی میکنه مشخص میکنه محمدون رسول الله یعنی چی محمد کسی است که امی الله که ما بیشتر برش تظاهر کردم امور به عنوان چی روان کرده رسول کی چی کنه احکام الله را بر ما برس امو احکامی که در همه زمین ها هم. دقت کردیم به این خاطر لا اله الا الله هدف زندگی است محمد رسول الله روش زندگی دقت کردیم لا اله الا الله هدف زندگی است محمد رو... خب یک گپ گفتین تان خلاص حل میشه دیگه مسلمان میشین دین خلاص میشه نه <تصفح> نام شروع میشه شما باید به با او عمل هم بکنید بعضی از نمونه های بارز عمل را شریعت ذکر میکنه نماز روزه زکات حج را به عنوان نمونه ذکر میکنه شامل چی میشه شامل عمل میشه بفهمید ان شاء الله کل از اینا را جمع بکنیم کلی تعریف را به صورت که بود جمعش بکنیم پس معنای اسلام میشه که اسلام عبارت است اقرار کردن اعتراف کردن گواهی دادن بر اساس علم و داشتن یقین و کامل و تسلیم بودن یعنی عمل کردن به ای که هیچ ذاتی به غیر از الله مستحق کمال تزرع و مطلق اطاعت نیست و ما از الله تبارک و تعالی به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم در همه زمینه های زندگی خود مطلقا اطاعت میکنیم در عقیده از الله اطاعت میکنیم الله تبارک و تعالی خیلی احکام اعتقادی رو بیان میکنه نی و به هم یقین یک دفعه بگه ما به آخرت ایمان ندارم از الله مسلمان است بگه کل میگه پاره قبول دارم کلش قبول دارم همین جنت قبول ندارم میشه یک تا که قبول نکنه مسلمان نمیمه بگه کلش قبول دارم دوزخ از عذاب زیاد دارم میره و قبول نداره مسلمان است کل چیزا رو بگه قبول دارم مثلا میزان میزانی که اعمال انسان ها سنجیده میشه و در قرآن که ثابت شده قبول مسلمان است پس کل مباحث اعتقادی را باید چی بگوشه باشه؟ قبول داشته باشه در مسئله عبادت چی؟ کل عبادت قبول بکنه اگر یک عبادت قطعی ثابت شده را هم رد کرد باز مسلمان نیست ولو دیگر را کل شخص قبول داشته یک نفر بگم کل ای... چیزها خوب است مشکل نداره نماز میخوانم زکات هم میتم خمی می روزه دیگه من خوشم نه میوه دیگه آدم گوش نمیشه و توش نمیشه تابستان هم اگر ببینی خیلی من قبول ندارم مسلمان است؟ چرا مسلمان نیست خوکلی که دیگه دیگر قبول داری یک تگاک مگر داد کرده چرا مسلمان نیست مسلمان کامل بیخی مسلمان نیست چرا مسلمان نیست با که از الله مطلقا نتاعت نکرد دیگه یک مورد هم که تو خلاف رفتی دیگه باس تاعت مطلق نکردی در اون موردی که با صورت قطعی ثابت داشته خوزن از لحاظ اعتقادی از لحاظ عملی اگر نقضش میکنه خوب بگم گناه کرده اما اگر اعتقادا قبول نداشت باس چیست کافره متوجه شدیم؟ یک حکم مثلا میگه که بعدم پیسه دوست باشه بگه روزه میگیره برو میکنه یک ذره توسل ندارم خواهم پیسه خدا به کسی نه میتون زکات به نه میتون مسلمان میمانه بگه برو زکات هم میتون علی اصل نیست یک بار با برو حاج قبول ندارم پیش حاج که بری با عربا پیسه دار میشن پیسه خدا ناق بر عربا میتون تو میگه اون سیکلو را بی دینانه مسلمان میمانه دقت کنید پس کل احکام اعتقادی ثابت شده دین را قبول بکنه کل احکام عبادی ثابت شده قبول بکنه در مسائل اخلاقی چی یک نفر بگم ایسا اسلام کل چیزاش خوشم میاد دروغ حرام گفته ما قبول نه مسلمان است متوجه شدی نه کل چیزا قبول نمی دروغ حرام گفته ما یک قضا ضرورت داره دروغ <تصفح> اینا خدا حرام گفتم متوجه شدی مسلمان باقی نمیمونه همه مسائل دیگه یا مثلا گفته همی چیزای زیاد داره که خدا حرام گفته خبر صحیح است حال ما رو گفته که مثلا به نزدیک نشین کای میشه مردمای خوب خوب زیاده هست بگه نمیگه با قبول مسلمان است یک اخلاقی است متوجه شدیم چرا مسلمان نمی به خاطری که اسلام زنجیره های به هم پیوسته است از همدیگه جدا نمیشه یک شک خطا داده کلش از پشت خطا میخوره متوجه شدیم یا یک نفر بگه که همین اخلاق بور برو خیر یک رقم جور میم کنه مسائل اجتماعی رو جور نه میم دیگه ما که پشتونایم خاص دیگه بهتریم دیگه نه همیشه که ما در جامعه فرج زبان ها رو مثل خود بدانیم نه ایتومیشن نه مون که پختانه ده سن کی گینو ای برادری ایمانی که قرآن گفته ان المؤمنون اخوه را قبول نه دارم ما پشتونایم بهتریم این که خدا گفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم میره و قبول نداره مسلمان میمانه یک کوک اجتماعی نه بعد اما مثلا اینا بگن گام که این پشتونا نمیدونم تو اصلا چی نه اینا خل مردمان کی اینا ما خیلی بهتره اما تو بگن مسلمانن چرا مسلمان نیستن چون معیار برتری دیگه تقوا را که شریعت گفته بود قبول نکرده متوجه نیو امور رقم هزارا یا امور هر کسی که باشه متوجه قبول نداشته باشه کمی معیار برتری در جامعه چی باشه خب نه ما قوم و ما ما نه فهم فلان این دیگه هم فلانی. ما فلان هم مسائل سیاسی مثلا در مسائل سیاسی بگمیم، ام یه عقیده‌ام برو قبول ام عبادت هم قبول این مسائل اخلاقی هم قبول مسائل اجتماعی این مسائل سیاسی دیگه نه به خدا ما میریم شرق و غرب یک نظام قرض می‌کنیم متوجه شین دمی جامعه احکام الله تطبیق نشه حکم الله مثلا حدود تطبیق نشه دیگه این بسیار احکام خشن است مردم دست مردم به بر نه فهمت تکو تکو مسلمان میمونن

متوجه یا الله تبارک و تعالی میگه و انحکم بینهم انزل الله در میان مردم احکام نازل شده الله تبارکش شد. ای میگه نه دیگه حال وقتی گپو نیست ما دیگه قرض 21 زندگی میکنیم شما مردم 914 قرض قبل قبر گپای صاحب قرامینین بگذارین گپو راهه مسلمان است مسلمان است چرا مسلمان است چون این حکم ثابت شده دین را اعتقاداً به صورت صریح چی کرده رد کرده متوجه شدین؟ یا یک نفر بگه گوم کمی سیاستش برو خیر مسائل اقتصادی کل گپا را بگه قبول دارم الله متعال در یک جای گفته که وحرم الربا اینی کلمه که قبول ندارم نگاه کل سیستم های بانک داریم و نمیشه که ما بیام ربا حرام کنیم ربا حرمت ربا را قبول کل دین قبول دارم کل قرآن قبول دارم کل حدیث قبول دارم این یک دو حرف دو کلمه از کلمات قرآن قبول ندارم که الله گفته وحرم الربا مسلمان میمونه مسلمان ازمدم چقهقلالاف عین لفظ را قرآن کریم میگه کتب علیکم القصاص قصاص هم سرطان فرد است کسی را رد کرد مسلمان میمونه کسی را رد کنه مسلمان نمیمونه با عین لفظ میگه کتب علیکم القتال قتال هم برتان فرد است کسی را رد کرد؟, کرد کافر ایر رد کرد کافر ایر رد میکنه مسلمان است اینی مفهوم اسلام هست إسلام يا كتلي بهم ڤيستي غير قابل التجزيء يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السر مكافه أفأتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يا كونتم تعملونني بيواتي مندره كتب عليكم يا كتب عليكم القصص يمون ندره بكتب عليكم القصص يمون ترى بكتب عليكم القتال يمون ندره مسلمون بوذا نميتون بس اسلام یک دین کامل و همه جانبه هست که از جانب الله تبارک و تعالی ترسد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ارشاد و رحمموئی و تنظیم زندگی انسان ها نازل شده اگر کسی قبولش کرد کلش کلش مسلمان است اگر بگم یک تا حکام ثابت شده قطعی دین را هم مرد نکنم باز دیگه و مسلمان باقی نمیمونه ماند دقت ان الله دوباره تکرار میکنیم تعریف اسلام را که اسلام عبارت از اقرار کردن اعتراف کردن گواهی دادن بر اساس علم و داشتن یقین کامل به ای که هیچ ذاتی به غیر از الله مستحق کمال تذرع و مستحق مطلق اطاعت نیست و ما از همه احکام نازل شده ای الله به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم از الله متعال اطاعت میکنیم و ایره در زندگی خود عملا هم چی بکنه؟ اجرا بکنه این نمی نفر میشه چی؟ مصر. دقت کردیم اگر یک حکم از احکام ثابت شده قطعی دین را به صورت اعتقادا رد کرد کافر است اما اگر از لحاظ عملی در مورد از او چی داشت کوتاهی داشت به اندازه کوتاهی عملش از اسلامش هم چی وجود داره نقص وجود داره بعض موارد کوتاهی های عملی نفر را میکشه از دایدین و بعضی موارد دیگه فقط در حد چی نگاه میکنه گناهگار یا مثلا فاسق یا مثلا ظالم یا چیزهای از این قبیل دقت کردین؟ پس اسلام چیست یک نظام کامل است و رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام را نظام کامل و همه جانبه برای زندگی انسان معرفی کرده دقت کردین ان متوجه منظورم شدین ان این مفهوم چیست مفهوم اسلام است خب اینجا یک سوال به وجود میاد که ما چطور بیایم خدا قناعت بتیم که نمی حکم نازل شده ای الله دیگه قبولش بکنیم چطور میتونیم خدا قب... قناعت بتیم قلبا به این که احکام الله را خود ما قلبا بپذیریم احساس حرج نکنیم چطور چطور ما شوه که از قبول و حکم الله احساس حرج نکنیم چطور در چند مورد انسان احساس حرج میکنه از یک گپ یا که فکر بکنه این گپی که از یک گپ بسیار جاهلانه است دیگه او گپ چی میکنه؟ نمیتونه قبول کنه شدید؟ خلاف علم است یا یک نفر فکر بکنه که اینی حکم خلاف حکمت است کدام فایده خاص نداره بی فایده است متوجه شدین یا یک نفر فکر بکنه که اگه عالمانه است یا فایده داره خب ما ضرور نیست ما کارش ندارم متوجه ما به او ضرورت ندارم دقت کردیم پس یا فکر بکنه که نه اینی حکم نو بلا چیست ظالمانه هست دقت کردیم اگر یک نفر تصور بکنه که اینی حکم حکم جاهلانه هست از قبول از احساس حرج میکنه یا فکر بکنه که اینی حکم حکم بیهوده هست حکم بیهوده و بیفایده است از قبول از احساس حرج میکنه یا فکر بکنه ما به ضرورت نداره از قبول از احساس حرج میکنه یا فکر بکنه ظالمانه هست از قبول کردن از احساس حرج میکنه خب این امیت یک تصور در مورد یک حکم بر اساس مرجع اونم حکم پیدا میشه که یک نفر مرجع حکم را چی کسی میدانه مرجع احکامی که در اسلام است مرجع از اینها کیست؟ الله. یک نفر هر قدر که در مورد الله شناختش بالا بود در حکمی که از جانب الله میره تسلیمیش بیشتر میشه هر قدر شناخت یک نفر از الله بیشتر بود تسلیمیش به حکم الله بیشتر است انما نما یخش الله من عباده العالم کسانی که من از الله بیشتر میترسند هر شناختی شناخت یک نفر نسبت به مرجع یک حکم هر قدر که شناخت زیاد شد تسلیمیش به او حکم هم زیاد میشه اما به خاطر عدم شناخت درست و دقیق و درک درست و دقیق اسلام ایده از مردم از قبول کردن یک حکم شرعی احساس حرج میکنه یا مثلا فکر میکنه اینی حکم جاهلانه است متوجه مثلا بسیاری از مردم فکر میکنه که همی مثلا ما در نظام های اقتصادی و ساختار های اقتصادی خود نمیشه که مثلا سیستم اقتصادی ما ربوی نباشه خدا نفهمیده این تا بده سود را آرام کنه

نباشه یعنی چی یعنی الله نمی نمیفهمه همین معنا داره دیگه یعنی الله که اومده ایره حرام کرده و به صورت قطعی هر کار نفع میده دیگه خب من نمیتونم این قبول بکنم این می قضاوت به خاطر چی میکنه به خاطر عدم شناخت درست الله ای جاهل نمیدونه که الله عالم ترین است قل انتم اعلم ام الله چی کسی بیشتر میفهمه اگر فکر کنم ما از خدا کاسات میفهمم خب یعنی چیزی که کافر کلان دیگه وجود همونطور طرز نمی فکر کنم ما از الله کاسات میفهمم خب کافر از دیگه چرا به خاطری که الله را درست نشناخته چرا چون صفت الله است که ان الله على کل شیء قدير و ان الله بكل شيء عادی، الله به همه چیز علم داره پس تصور نکن که حکم الله جاهلانه اگر تصور میکنی کافری چون الله را درست یا یک نفر فکر میکنه که فلانی حکم الله بیهوده هست متوجه مثلا یک نفر حکمت عبادت را نفهمه نیاز خود به عبادت را نفهمه متوجه شدین ضرورت و نیاز و حکمت های عبادت را نفهمه که خود میگه خداوند خدایی نیست که نگفته ما را گفته صبح کی وقت بخیزین چی کنین دستوری تا نمیشه نماز بخون متوجه شدین نمیفهمه <applause> گپ ایت قضاوت میکنه باز مثلا پیشین که شد باز گفتن باز بریم دوستا میشه باز نماز میکنین یک چند ساعتی میشه دیگه میشه باز گفتن میکاره کنین یک چند دقیقه دیگه میشه شروع خیلی باز شام میشه باز میکاره کو خفته میشه باز میکاره کو صبح خسی با متوجه شدین وقتی نفهمید در ذهنش نموت یک قضاوت منفی ایجاد میشه و اگه نماز خ... ق... نماز قبول داریم میگه بالا قبول داره در دل خودش قبول نداره گاهی وقتا که دلش میشه میخوانم که دلش نمیشه نماز نه قلبا معتقد به نماز نیست ولو گاه نمازم میخونه مسلمان نیست چرا مسلمان نیست به خاطری که تصور میکنه الله حکم را بیهوده نازل به دقت کردین یا یک نفر تصور میکنه که ما ضرورت نداره متوجه نه الله هر چی گفته گفته دیگه ولا هر چی از ما به ضرورت ندارم متوجه نه فقط روزه میاد چند وقت روزه اگه فایده داشته باشه من دیگه چی کنم ما به ضرورت ندارم متوجه نمی که یک رقم است چشم بعد خدا اون طرف کات روزی خدا می یا یک نفر نمازم بلا فکر میکنه که فلانی مورد حکم ظالمانه است دقت کنیم خیلی از احکام را که یک دی انسان ها رد میکنن با اینمی قضاوت ذهنی غلط توجه نه نمی چون چه گلا رکا زیاد پیدا میشن نه وقتی خصوصا در مورد حدود الهی وقتی بحث بیا یاگی دیشون بوجرات تران متکفر به واه میگن اخ خدا این یک ظالمانه دوست دارم که فرقه تا کوم ظالمانه سی کفر است چرا تو نسبت ظلم را به الله کردی که الله عادل مطلق است و ظلم نمی کنه دقت کردیم؟ خو یک نفر اینمی گپ را نمی فهمه. مثلا نمی فهمه که جامعه به خاطر جامعه به خاطر سلامت اجتماعی و به خاطر نیاز و امنیت اجتماعی ضرورت به ای داره که انسانهایی که نیازمندی هایشون دولت اسلامی باید پوره کرده باشه کل مشکلاتشون حل بکنه باز هم همین انسان ها برن چی بکنن امنیت اجتماعی رو اخلال بکنن این همین نفر با این همین نفر چی رقم برخورد شوه توجه شدیم آل یک نفری که حقیقتا به عنوان یک مکروب وارد در جامعه هست که هر روز انسان ها رو چی میکنه در معرض هلاکت قرار با چی رقم تعامل بکنیم خب تعامل جدی با او خودش آیا به نفع اجتماع هست یا به ضرر اجتماع به نفع اجتماع اول حکمت وجود داره نکته دیگه چیست اگر یک نفری او را جزا نمیت چی ای ظلم کرده چرا ظلم کرده به خاطری که برازو فرصت رمسای ساخته که جامعه را چی بکنه از بین ببره یک شعر هست نمیفهم میگه که رحم کردن بر چی پلنگ تیز دندان چرا چه رقمه کوی بود در حق گوسفند نمیده <صح> یک مفهوم است یعنی که اگر یک نفر پلنگ چیز نمیگه در حق در حق در حق, حق چیز می گوسفند چی کرده خب میاد که جامعه را بر هم میزنه خب آل وقتی یک نفر مرتکب جزای شده جزای خود را ببینه اینمی خودش عدل است یا جزای خود را نبینه عدل است جزای خود را ببینه عدل است یک نفر میخواه که یک نفر جزای خود را نبینه این باز عدل میگه دقت کردین یا سرچپه هست عموما عموما نمی کسانی که میاین سر حدود الهی اعتراض میکنن در مورد جنایات بسیار خطرناک در مورد جنایات بسیار خطرناکی که شریعت چی کرده برش جزا تعیین کرده اینی جزا را در مورد یک جنایت بسیار خطرناک قبول ندارن اما در یک چیزی که خودشان فکر میکنن کار بد است متوجه شدین مثلا فکر میکنن فلانی عمل چی هست یک عمل بد است بعد از در مورد اینمی عمل اینمی جنایت ولو جنایت چی باشه کوچکتر باشه نسبت به این جنایت بزرگ کده چی باشه؟ جنایت کوچکتر باشه جزایی که خود اینها تعیین میکنن به مراتب بالاتر است جزایی است که شریعت در مورد یک جرم کلانتر تعیین کرده بود این را قبول میکنی؟ این قبول؟ نه نه نه؟ همین سیکولار که وقتی یک نفر یک جای یک جای حد تطبیق شه قال و سر و صدا رو برام اندازه که این فلانی نفر گرفتن نه فهمت کردن تکرار باز خودشان هم مثلا یک جای یک نفری که مثلا یک آدم فاسق خبیث جنجالی مرتکب جزا میشه باز چی میکنن سر و صدا رو میگه تو تا تو تا بکنین نه فهم باید دامش بکنین حتما باید ادام شه فلانی نفر حتما باید اعدام <تصفح> خیلی وقتا خودشان میان توقع دارن چی خواستار اعدام یک نفر میشن به خاطر یک عملی که جنایت کوچکتر هم هست اما باز جزای یک نفری که جنایت بزرگتر را مرتکب شده و شریعت برای از او جزا را را قبول نمیکنه اما تو اصلا شما دقت بکنید نمی جامیم شما خیلی هستن مشکل از اینا پس ده چیز اصل جزا را قبول دارن این حکم که الله نازل کرده را قبول ندارن به خاطری که خودشان در مورد جنایت های کوچکتر مجازات های شدیدتر را مطالبه دارن متوجه شدید اینا مشکلشان در چیست که در مورد الله تصور ظالم را داره در حالی که الله مرتکب ظلم نمیشه تخت کردن ان الله خب پس اگر یک نفری یک نفری زمان نمیتونه قبول بکنه یک حکم قلبا که تصور بکنه این حکم حکم ظالمانه هست این حکم حکم بیهوده هست یا ما به ضرورت ندارم یا این حکم حکم جاهلانه هست هر وقتی که الله را شناخت که الله عالم مطلق است هیچ جهل بر الله را نداره و بر اساس هیچ عملی از اعمال الله بدون حکمت نیست و بر اساس نیاز و ضرورت ما احکام نازل کرده و عدالت مطلق است وقتی اینمی یقین در مورد الله داشت هر حکمی که از جانب الله باز براش برش میگسم چی میگه سمع و اطاع اینمی اسلام میشه متوجه هر حکمی که بیاید مطلقا قبولش میکنه چرا چون یقین داره که الله حکم ظالمانه نمیکنه حکم جاهلانه نمیکنه حکم بیهوده نازل نمیکنه ب... بدون ضرورت هم نازل نمیکنه کاملا روی چی میکنه قلبا میپذیره اگر باز الله را نشناخت باز بال احکام الله را قبول کرده نمیتونه دقت کنید ان الله الله تبارک و تعالی بر همه ما شما شناخت حقیقت خودش را صفات خودش را در توفیق شناسی ما بکنه تا که به احکام نازل شده الله تسلیم باشیم با دین الله و, و, و تسلیم باشیم با دین الله تبارک و تعالی را مورخمی که خودش نازل کرده بفهمیم و یقین بکنیم و عمل بکنیم و دیگران را هم به او دعوت بکنیم و توفیق از هم نصیب بکنه که دین الله تبارک و تعالی را در زمین الله حاکم بگردانیم سبحانک اللهم ربنا و بحمدک اشهد ان لا اله, اله الا انت استغفرک و تو الیک